روند اجرای 13 شهرک زنجیره پایین دستی پتروشیمی در نوار ساحلی خلیج فارس در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور بررسی شد. آقای مخبر در این نشست از وزیر نفت خواست با تعیین یک تیم مدیریتی و تأمین منابع مورد نیاز اقدامات لازم برای آغاز ساخت این شهرک ها هرچه سریعتر اجرایی شود. طبق برنامه دولت قرار است 13 شهرک پتروشیمیایی در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ساخته شود. تاکنون اقدامات اجرایی 4 شهرک با سرمایه گذاری بیش از 1 میلیارد دلاری آغاز شده که برای بیش از 20,000 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد. قرار است این شهرک ها محصولات پتروشیمیایی مورد نیاز بخش صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان، صنایع خودرویی و ساختمان را تولید کنند. خب اما درباره این خبر گفتگو میکنم با وزیر نفت آقای اوجی. سلام بر شما، بفرمایید. احداث این پارک ها چه مزایایی برای صنعت پتروشیمی و کشور داره؟ بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم. همونجوری که جناب عالی در خبرها اشاره کردید، خب خوشبختانه امروز در حقیقت در ادامه جلساتی که ما در حوزه معاون اول داریم با حضور جناب عالی دکتر مخبر، روند احداث این پارک های پتروشیمی رو دنبال کردیم. مستظر هستید که یکی از وظایف اصلی وزارت نفت جلوگیری از خام فروشی و ورود و تکمیل زنجیره ارزش می باشه. خب این موضوع در اسناد بالادستی هم هست، در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم اعلام شده و ایشون هم به کرار در سخنرانی هاشون اشاره داشتن که ورود به تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام فروشی، بارها در صحبت‌هاشون اشاره داشتن. خوشبختانه برای همین اساس در وزارت نفت در دولت 13 برنامه‌های گسترده و خوبی رو و منسجمی رو در جهت تحقق این هدف انجام شد در طول یک سال گذشته و خیلی از این جلسات هم ما با حضور جناب آقای دکتر مخبر رو داشتیم و شرکت ملی صنایع پتروشیمی. خب مستظر هستید که ما امروز بیش از 60 مجتمع پتروشیمی در کشور داریم که عمده محصولات پتروشیمی ما نزدیک به 70% این محصولات صادرات میشه که در قالب میشه گفت به طور جد محصولات نیمه خام و 30% از این محصولات در داخل مورد استفاده قرار میگیره. به همین خاطر برنامه‌ریزی شده که انشاءالله ورود کنیم به تکمیل زنجیره ارزش برای همین 70% محصولات صادراتی که تبدیل به ارزش افزوده بشه، جلوگیری کنیم از خروج ارز و درآمدزایی بالایی رو داره، اشتغالزایی فراوانی رو داره. همونجوری که شما اشاره کردین در اخبار، خب بیش از 29 نقطه رو در کشور به خصوص در نوار ساحلی خلیج فارس، دریای عمان، در 4 استان شناسایی شده که تقریبا 13 منطقه نهایی شده و مطالعات آمایش سرزمینی و از بعد تاثیر زمین، بحث تامین خوراک و همچنین دانش فنی و بودن تأسیسات و زیرساختی جانبی که برای احداث این پارک‌های پتروشیمی لازمه مهیا شده. خوشبختانه مطالعات فنی اقتصادیشون تکمیل شده و عمده این پارک‌های شیمیایی هم که در حقیقت همین که در خبرها اشاره کردیم در حوزه‌های کشاورزی، پارک تخصصی و در خصوص کشاورزی، صنایع وابسته به این بهداشت، صنایع بسته‌بندی در حوزه پارک رنگ و رزین، صنایع خودرو، محصولات شوینده و در حقیقت صنایع خودرو و حتی ساختمان سازی که انشاءالله با سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس و استفاده از تحصیلات بانکی و همچنین استفاده و مشارکت فعالان حوزه پتروشیمی، انشاءالله این 13 پارک در 13 منطقه در 4 استانی که خدمت شما عرض میکنم، در استانهای خوزستان، استان بوشهر، استان هرمزگان